شکوفه های درخت انار. این کتاب رو کی نوشتین؟ این کتاب در واقع 5 سال نگارشش به درازا کشید، در سال 2007 منتشر شد، 3 سال پیش. یعنی 5 سال من نوشتم، 2 سال دوستان تصحیح کردن و به حال میرفت میومد و اینها نظر میدادیم، بعد در سال 2007 منتشر شده. چی شد وقت صبر کردید؟ شما سال 57 از زندان آزاد شدید، چی شد وقت منتظر شدیم به خاطر؟ علت تأخیر من در نوشتن این کتاب که بسیاری از دوستان این انتقاد رو کردن، در پیشگفتار کتاب اومده. اگه دوستان پیشگفتار کتاب بخونن به پاسخش میرسن. بسیار خوب. کتاب شما رو من نگاه میکردم، در واقع در این 2 شبی که دست من بود، شما در یه خانواده مذهبی به دنیا آمدید، درسته؟ بعد کشیده شدید به جریانات سیاسی. یک توضیح بدین هموطنان ببینن که شما بچگیتون چگونه بود، پدرتون چگونه میاندیشید، چگونه شما کشیده شدید به تشکیل حزب ملل اسلامی و بعد رفته رفته میرم جلوتر ببینیم کجا شما دستگیر شدید و اینها. بعد در کشور ما فاجعه سیاه 28 مرداد که اتفاق افتاد، من 9 ساله بودم. بله. سر کوچه واسطه بودیم، بچه های محل ما پدراشون تودهی مصدقی بودن، می اومدن روزانه راجع به صحباتی که پدر تو خونه میکردن صحبت میکردن و من خیلی خیلی کنجکاو بودم ببینم که مصدق کیه و چه کارهایی کرده و وطن یعنی چی، میهن یعنی چی، ما کی هستیم، کجا هستیم. و در روز 28 مرداد که ما سر کوچه واسطه بودیم، یه دژوانی تو محل ما بود زندگی میکرد که این دژوان دیدیم که از جیپش پیاده شد و یه قالیچه زیر دست راستش و یه رادیو زیر دست چپش بود و اینها رو از غارت خونه مصدق دزدیده بود، آورده بود خونه. وقتی من اینو دیدم شوکه شدم و بر من خیلی زجرآور بود که تو محل ما یه همچین انسان پلیدی زندگی میکنه. با احساسهای کودکانم که البته نمیدونستم دنیا کجاست، چیه، چرا این اتفاق افتاده، خیلی متاثر شدم با اون اطلاعاتی که در اون دنیای کودکانم گرفته بودم. این به من انگیزه داد که کنجکاو بشم، بخونم، مطالعه کنم و این کار رو شروع کردم. عکسی که اونجا میبینید مال تصدیق دوره دبستان منه، یعنی در این سن در واقع من 12 ساله بودم و من شروع کردم به مطالعه. مطالعات من در واقع 6-7 سالی طول کشید تا 15-16 سالگی. من مطالعات من بیشتر تو زمینه‌های تاریخ ایران بود، از هخامنشیان و ساسانیان تا مشروطه. و مطالعه تاریخ ایران، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان ها، از من یک ناسیونالیست بسیار بسیار پرشور ساخت. من عاشق میهنم بودم، در نتیجه کسایی که به میهن من تجاوز کرده بودن، یعنی اعراب، ازشون متنفر بودم. من در واقع در اثر این مطالعات به یک احساسات بسیار بسیار ضد مذهبی گرایش پیدا کردم، برای اینکه میدیدم که اسلام به کشور من حمله کرده و دانشگاه جندی شاپور ما را آتیش زدن و بسیاری کار دیگه. امام حسین و امام حسن مثلا در سرداران سپاهی بودن که در تسخیر شهرهای مختلف به زنان ما تجاوز میکردن، یعنی تجاوز که من میگم تجاوز، اونا خودشون میگفتن اینا رو به اسیری میگیرن و در اسلام وقتی یک زنی رو به اسیری میگیرن میشه کنیز، یعنی حتی لازم نیستش که صیغه عقد جاری بشه، یعنی اون راحت میتونن تقسیم کنن و هر سربازی که اون زن رو بدن، اون زن در واقع از آن اون سربازه و کارایی رو میتونن با یک کنیز بکنن که معمولا با زن خودشون نمیتونن. بله. بعد این احساسات من بود در 15-16 سالگی، ولی به هر حال اینا همه مبتنی بر بیشتر احساسات بود تا آگاهی، برای اینکه من در اون سنین بسیار بسیار اصیل احساسات هم بودم. بله. در 17 سالگی پدر من فوت کرد. پدر من یک فرد بسیار بسیار مذهبی بود و میخواست که منو بفرسته نجف که من مجتهد بشم. پدر من از هواداران فدرالیستان بود و یکی که اسید تهیه کرده بود که میرفت تو اتوبوس های دو طبقه سوار میکرد، از اون بالا رو سر زنهای بیهجاب اسید میریختش. عجب. بله. پدر شما کارو میکرد؟ بله. این البته ننگیه برای من، ولی من ناچارم که ننگی برای شما نیست، عمل ایشون به شما مربوط نیست. ببین این عکسی که الان نشون دادن، عکس قبلی، اگه دوره عکس قبلی رو بیارن، سخنرانی من بود در مسجد منشور سلطان در سال 1341. اون عکس قبلی رو بله، در کجا؟ در مسجد کجا نوشتم من سخنرانی در مسجد منشور سلطان. من اینجا راجبه
امام زمان سخنرانی کردم و اونجا توضیح دادم که یعنی حقانیت امام زمان. بله بله، اونجا من از نظر بیولوژی که مثلا حشرات نمیدونم حیوانات چقدر دوره بارداریشون طول میشه، چقدر سنشون طول میشه و بر اساس این تناسب گفتم، پس میخواستم ثابت کنم که مثلا یک انسان میتونه تا 1500 سال 1400 300 400 سال زندگی بکنه. از اون مخالفت معروف. بله بله. یعنی اگر امام زمان مثلا تا اون موقع 1200 سال 1300 سال عمر کرده، یه چیز غیر علمی نیستش. عجب عجب. اوه من مرگ پدرم منو به شدت به مذهب کشوند و من یک آدم بسیار بسیار مذهبی شدم به خاطر پدرم که سرطان گرفته بود، بعد تو همون بستر مرگ گفته بود و در اون حالت احتضار سعی میکردم برم مسجد دیگه، حبس شده بودم اصلا و این قضیه ادامه پیدا کرد. سال 40 پدر من مرد، همون سال که این عکس دیپلم منه مهرش روشه. بله از روی دیپلم هم برداشتم اینجا گذاشتم. بعد همون سال 40 که پدر من مرده بود، همون سال بودش که در واقع یک سری آزادی نیمه دموکراتیک در ایران پیدار شد و جبهه ملی تشکیل شد، نهضت آزادی تشکیل شد و فعالیت سیاسی زیر فشار آمریکا، زیر فشار کندی، در واقع مردم به یک سری آزادی رسیدن و من فعالیت خودم با جبهه ملی شروع کردم به خاطر عشقی که به مصدق داشتم، به خاطر کنجکاوی میرفتم حوزه های جبهه برای اینکه آگاهیمو ارتقا بدم و یاد بگیرم چیزی که باید. بعد همزمان در سال 40 من یه جریان خیلی خنده‌داری شاید باشه نمیدونم، یه همسایه داشتیم باهایی بود، می‌خواست من باهایی کنه و من یه روز رفتم دانشگاه، دومد یه کسی میگشتم که بیاد بتونم این جواب بده، چون من نمی‌تونستم جواب بدم، من هیچ راجع به باهایی نمی‌دونستم. یه دانشجوی ریشو دیدم، رفتم پیشش گفتم آقا شما می‌تونید با باهایی بحث کنین؟ گفت چطور؟ من گفتم من یه همسایه باهایی دارم، می‌خواد من باهایی کنه، نمی‌دونم چی بهش بگم. گفت من می‌تونم ولی کسایی دارم که می‌تونن بهتر از من می‌تونن. یک کسایی رو رفت یه قراری با هم گذاشتیم و رفتون، دو نفر طباطبایی و مفیدی بود اسمشون، اینا رو بعدش شبی ورد خونه ما، این باهایی ها اومدش و خلاصه اونا انجز و انجمن ضد باهایی بودن، این انجمن حجتیه، انجمن ضد باهایی. بله انجمن حجتیه. بعد به من توصیه کردن بعد از بحثی که با اونا کردن، مثلا فرض کن اون... حجتی هنوز هم هست. بله در قدرت آقای بله و خیلیشون بر حال. حالا من اینجا کجاست؟ اینجا من با انجمن حجتی بودم و ما رفتیم پسقله، اینجا در پسقله است، اون بالایی که واسطه با پیران سفید میمه صادقی، فکر میکنم کیه؟ میمه محمد صادقی که وزیر کار شده بود. میمه محمد صادقی بله، بغل سمت چپش سیفیانی که شهردار تهران شده بود، بعد فکر میکنم منم این طرف اسممو نوشته همونجا اسم هست اگر قابل خوندن باشه، منم اون بغل اون طرف هستم. بله پسقله است با انجمن حجتیه، انجمن ضد باهایی. به هر حال اینم یه عکس دیگه است که من اون بالای باهایی هستم و برای بچه‌ها دیگه که وزیر شدن و وکیل شدن، اینا در دستگاه جدید وزیر وکیل شدن. بله وزیر وکیل شدن، مقامات به مقامات رسیدن و فلان. در این رابطه من بیشتر توضیح خواهم داد. بله بعد مفیدی و طباطبایی که اومد بودن اونجا از انجمن ضد باهایی به من توصیه کردن که من بیام و در اون شرکت، اینم باز دوباره پسخده است عکسی با اونها. بله. بعد بیام اونجا تو اون جلسه. من خیلی با علاقمندی و اشتیاق رفتم در انجمن ضد باهایی، یعنی در این حالی که با جبهه ملی کار میکردم وارد انجمن ضد باهایی شدم و خیلی خیلی فعال، به طوری که ارتقا مقام بده که هم مستقیم، یعنی انجمن ضد باهایی که میفرمایید یعنی اینها وجه همتشون دشمنی با باهایی ها بود یا چی؟ اینها فقط و فقط تئوریشون این بود که ما باید با باهایی ها مبارزه کنیم و خودشون سربازان امام زمان مینامیدن. بله و این را اینجا اضافه کنم که اینها با کاری که خمینی بعدها شروع کرد سال 41 42 و بعدن اینا شدیداً مخالف بودن و اینا میگفتن ما به هیچ وجه نباید در سیاست دخالت بکنیم و یکی از کسانی که تو اینها خیلی فعال بود با من خیلی با هم کار میکردیم و سنش هم بالاتر از من بود، اینطور که تعریف میکرد از هواداران فدای اسلام یا از عناصر فدای اسلام بود، میگفت تو تمام تظاهرات گوناگونی که شما سیختی رو تمام جریاناتی که رضا مصدق بود عکس من همه جا هستش، فقط تو 15 خرداد نیست، من دیگه اینا رو گشتم کنار. یعنی میخواستش از شکست جنبش ملی نتیجه بگیره که کارهای سیاسی بیفایده است و باعث اومد و در خدمت امام زمان قرار گرفت و سرباز امام زمان شد و با باهایی مبارزه کرد. یعنی مبارزه با باهایی ما رو به سعادت و معنویت میرسونه. مبارزه با باهایی بود یا مبارزه با باهاییت؟ باهایی و باهاییت هر دو. بله بفرمایید. بعد ما کارمون اینطوری بودش که میرفتیم تو جلسات باهایی ها، این بچه مسلمانایی که می‌خواستن باهایی بشن این باهایی ها گیر آوردن، می‌بردن تو اون جلسات که مبلغ براشون تبلیغ کنه و اینها رو به راه باهاییت بکشونه.
ما میرفتیم اونجا به ما به خودمون میگفتیم نعش، یعنی مثل نعش میشستیم اونجا، هیچ واکنش نشون نمیدادیم، هیچ مخالفتی نمیکردیم، گوش میکردیم، میگفتیم ما علاقمندیم، میخوام گوش بکنیم. بعد وقتی میبینیم که کی در شرف بهایی شدن هست و اومده تو اون جلسه، از جلسه که میبریم بیرون، جلسه تعطیل میشد، باهاش تماس میگرفتیم، صحبت میکردیم، بعد دعوتش میکردیم به یه جلسه، میگفتیم بیا این جلسه هست شب جمعه که کسی به نام آخوندی بود که اسمش گشتو دکتر توانا، اونجا بیا و حرف اون رو بشنو. و به این ترتیب ما مانع از این میشدیم که بچه مسلمان ها برن بهایی بشن. همین مبارزه رو با کلیسا داشتیم، میرفتیم کلیسا، مثلا اوراق تبلیغی کلیسا رو میگرفتیم که پخش کنیم، بعد میوریم میرفتیم تو خاکروبه. و یه سری بحثایی هم ما داشتیم در جهت مبارزات ضد کمونیستی، که چیزی که ما در مورد مبارزات ضد کمونیستی داشتیم همون سری کمونیست در ایران بود که ساواک نوشته بود و یه کتابی بود به نام فیلسوف نما که ناصر مکارم شیرازی نوشته بود. بله. و ما اینها رو میخوندیم و به هر حال تو این جهت ها مبارزه میکردیم، ولی عمده مبارزمون در جهت به اصطلاح ضدیت با بهائیت و بهائیا بود. بعد به خاطر اینکه اینها با مسائل سیاسی مخالف بودن، تعهد میگرفتن از تک تک اعضا که در سیاست دخالت نکنن، یعنی کسی میتونست عضو انجمن ضد بهائی بشه که در سیاست دخالت نکنه. و خب من در واقع این تعهدم از همون اول شکستم و در جبهه ملی بودم، شرکت کردم و بعد در جریان خمینی و بعد اون هر سال فعال بودم. ولی بعد از 15 خرداد حتی تعهدی که میگرفتن کتبی بود و قسم میخوردن، میگفتن قسم نامش هم همونجا یادمه، من به خداوند متعال و قرآن کریم و شرف هم سویان یادم. اینجا کجاست؟ این در زندان زاهدان، اون دوست بسیار بسیار ارجمند من آقای محمد چوپانزاده است، از بچه های گروه جزنی که من در بحثایی که با این داشتم، من اونجا میخواستم اینو مسلمونش کنم، این کمونیست بود، میخواستم مسلمونش کنم. بعد من 4 ماه باهاش بودم، تو این 4 ماه روزی 10-15 ساعت از صبح تا شب ما با هم بحث میکردیم، این 4 ماه شاید بیش از 1000 ساعت من با این بحث کردم. من تو بحثایی که با این کردم، چون به هر حال یک جور یک نوع صداقتی شاید در من بود، گاهی موقع متوجه می‌شدم که در بحث‌ها میمونم، نمیتونم بهش پاسخ بدم. این کاظم بجوردی رهبر حزب ملی اسلامی که در واقع مثل من به ابد محکوم شد، چون مجوز رهبری حزب، من پنجمین عضو تشکیل دهنده این حزب بودم. حالا میرسیم به بله بله. متأسفانه این عکس‌ها یه خود دارن زود می‌ذارن، یه خود رسوب کنم من. آره یکم صبر کنید سامان جان عکس‌ها رو. بله. خب بله می‌فهمید. انجمن ضد بهائی از بعد از 15 خرداد تعهد کتبی میگرفت با این سوگندنامه‌ای که گفتم من به خداوند متعال قرآن مجید و شرفم سوگند یاد میکنم که به هیچ وجه در کارهای سیاسی دخالت نکنم. ولی خب من این پیمانم از همون اول شکستم و در کارهای سیاسی هم دخالت میکردم و با انجمن ضد بهائی هم کار میکردم. بعد تو جبهه ملی، حوزه‌های جبهه ملی شرکت میکردم، با نهضت آزادی اعلامیه‌هاشون پخش میکردم و خیلی فعال بودم. من جوانی بودم، بسیار بسیار انرژیتیک، خیلی پرشور و تمام انرژی که داشتم در راه این فعالیت‌ها. چه سالی است؟ الان سال 40-41 هست. 41 سال. پاییز 1341 علم نخست وزیر شاه یک لایحه‌ای آوردش به نام انجمن‌های ایالتی ولایتی، که در این لایحه در واقع زنها میتونستن انتخاب بشن، چون قید مرد بودن حذف شده بود. بله خیلی خوب. و سوگند به قرآن مجید حذف شده بود، این که کسایی که شرکت میکردن نه تنها زن هم میتونست شرکت کنه، بلکه بهائی، جهود، ارمنی، هر کسی میتونست شرکت بکنه. در نتیجه قید مسلمان بودن حذف شده بود، قید مسلمان بودن حذف شده بود، زن و مرد بودن حذف شده بود، و سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن، سوگند به کتاب آسمانی گذاشته بودن. بله. و بعد خب آخونده یه مرتبه براش افتادن و برای اولین بار خوبی تو این جریان به قول خودش درخشید. بله. و بگن درخشید. بله. لجن پراکنی های خمینی در این جهت خیلی زیاد بود، خیلی آخونده از دم از گروه های گانی و میلانی و قومی و تباتبایی همه اینا علیه این جریان اعلامی دادن. و بعد من پخش کننده این اعلامی ها بودم، به طوری که تمام این اعلامی ها در واقع هنوز از بعدم، ولی یه قسمتیشو براتون میگم الان. بله. بعد این فشار زیاد شد، در نتیجه علم ناشار شد که لایحه رو پس بگیره. علم لایحه رو پس گرفت، بعد شاه لایحه ششگانه انقلاب سفید رو آوردش اواخر دی ماه 1341. شاه گفتش من این لایحه رو به رفراندوم میذارم. خمینی یه اعلامیه دادش به این مضمون، من عین جمله شدمه، در این اعلامیه خمینی نوشتش که یک زمانی در این ایران یک شخص مسئول، منظورش مصدق بود، خواست رفراندوم کنه، یک شخص غیر مسئول، منظورش شاه بود، گفت رفراندوم در قانون اساسی ما پیش بینی نشده و تو نمیتونی رفراندوم بکنی. ولی حالا اون آدم غیر مسئول، یعنی شاه، میخواد رفراندوم بکنه. یعنی خلاف حرفی که قبلا گفته داره عمل میکنه. و به این ترتیب خمینی با اصلاحات
ارضی آزادی زنا و اون لایحه ششگانه شاه مخالفت کرد، منتها بهش شکلی دادش که روشنفکرها رو فریب بده. روشنفکرها متاسفانه فریب خوردند، چون به خودش به این کاراش شکل مبارزه با دیکتاتوری داده بود، در حالی که مبارزه با دیکتاتوری نبود، در واقع مبارزه در جهت سیاه اندیشی بود. مبارزه در این جهت بود که سیاه اندیشی رو بر ایران چیره کنه و علیه آزادی زن و علیه اصلاح طرزی عمل بکنه. ولی یه حرف حساب اینجا خمینی داشت. بله. در پایان همه اعلامیه ها میگوید که آقا قانون اساسی رو اجرا بکنید، یکی ما میفرستیم یکی هم شما، ببینیم شما قانون رو اجرا میکنید یا خیر. این عبارت هم هست. حالا بفرمایید.